سلام، همونطور که بهتون قول داده بودیم در ویدیوی شماره 2 میخواییم به بقیه زوجهای سرشناس هالیوودی بپردازیم که قراردادهای عجیب و غریب و جنجالی برای ازدواجشون امضا کردن. در این ویدیو میخواییم راجع به تعداد باقی مونده این زوجها با شما صحبت کنیم. اولین زوج مورد نظر کاترین زیتا جونز و مایکل داگلاس هستن. اگر این زوج از یکدیگه طلاق می‌گرفتند، خانم بازیگر هالیوود 2.5 میلیون دلار غرامت دریافت می‌کرد. به علاوه در صورت خیانت آقای داگلاس، 5 میلیون دلار دیگه هم به حساب خانم کاترین زیتا جونز ریخته می‌شد. اما زوج 13 ما از این لیست تایگر وود و الی نوردگرن هستند. ماجرای خیانت تایگر وود، گلف باز مشهور، به الی نوردگرن این زوج رو تو طلاق پیش برد. خانم نوردگرن نزدیک بود بتونه غرامت 100 میلیون دلاری رو از این ورزشکار به دست بیاره. اما زوج سرشناس بعدی ما نیکول کیدمن افسانه‌ای و کیت اربن هستند. این مسئله هیچ وقت تایید نشد، اما به نظر می رسید نیکول کیدمن بازیگر سرشناس هالیوود با آقای اربن قراردادی رو به امضا رسونده که در اون بندی موسوم به آزادی گنجونده شده بود. اگر کیت اربن بار دیگه به سراغ مصرف کوکائین می رفت، حتی 1 دلار هم از ثروت خانم کیدمن به اون نمی رسید. زوج 15 ما چارلی شین و بروک مولر هستند. اونها توافقنامه دیوانه‌وار رو امضا کردند. بر این اساس در صورت بیان کردن عبارت بله، یعنی همون عبارتی که در مراسم عروسی در پاسخ به سوالات کشیش گفته میشه، خانم بروک 500,000 دلار دریافت میکرد. همچنین بروک میتونست به ازای هر سال زندگی با آقای شین 300,000 دلار به دست بیاره. به علاوه خانم مولر بعد از جدایی به خاطر جابجایی 100,000 دلار دیگه هم دریافت کرد و مالکیت ماشین قبلش رو هم در اختیار گرفت. اما زوج سرشناس دیگه‌مون الیزابت تیلور و لری فورتنسکی هستن. اگه اونها 5 سال با هم دیگه میموندن، آخرین همسر خانم تیلور 1 میلیون دلار دریافت میکرد و اگه در اون زمان هنوز زن و شوهر بودن، این مبلغ همچنان در اختیار اون قرار میگرفت. چه جالبه که بدونی اونها بعد از 5 سال از همدیگه جدا شدن و لری توانست مبلغ یاد شده رو به دست بیاره. هرچند که بعد از این ماجرا هم رابطه دوستانه این زوج حفظ شد و حتی خانم تیلور 800,000 دلاری دیگه هم به خواست خودش به آقای فورتنسکی هدیه داد. زوج 17 این لیست چارلی شین و دنیس ریچاردز هستن. اونها به مدت 4 سال با هم دیگه زن و شوهر بودن. اگه هر یک از طرفین به اون یکی خیانت میکرد، باید مبلغ 4 میلیون دلار به طرف مقابل پرداخت میکرد. ماریا کری و نیک کنن زوج 18 لیست ما هستن. وجود قرارداد بین اینها هنوز به اثبات نرسیده و به نظر میرسه این زوج توافق کردن که همه چیز محرمانه باشه و به رسانه ها درز نکنه. بر این اساس هیچ کدوم از اونها نمیتونن بعد از جدایی درباره زندگی مشترکشون اطلاعات بدن. اگه هر کدوم از طرفان این قانون رو نقض کنه، باید جریمه بپردازه. این مبلغ برای آقای کنن 250,000 دلار و برای خانم کری 500,000 دلار ناقابل ذکر شده. و در انتهای لیست 19 نفره ما کریس راک و ملک کمپتن راک رو داریم. هیچ نوع اطلاعاتی درباره توافق بین این دو نفر وجود نداره، اما به نظر میرسه سود زیادی عاید خانم کمپتن خواهد شد. این قرارداد تاریخ انقضا داشت و در 18 سال روز ازدواج اونها به پایان میرسید. اونها بعد از 20 سال خواهان جدایی از هم دیگه شده. این هم از لیست 19 نفره از اسامی هنرپیشه ها و سلبریتی های معروف هالیوود که قراردادهای جنجالی هنگام ازدواجشون امضا کردن. سابسکرایبر ویدیوهای ما بشید و چنل ما رو دنبال بکنید تا از این طریق در جریان اخبار هالیوود و سینمای ایران قرار بگیرید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.